وبه نستعين إياك نعبد وإياك نستعين خدمت همه حضار گرامی معاونت محترم شورای عالی مصالحه وکلای عزیز اساتید دانشگاه ها علمای عزیز و رسانه های خیلی خیلی عالی قدر و همه حضار گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نخست تسلیت میگم به همه خانواده های شهدا، بخصوص شهدای اخیر، به ویژه شهدای اجده ثور و شهدای اخیر ولایت بغلان که به نام یک تبار آمدانه به شهادت رسیدن. تشکر میکنم از حضور همه عزیزا و سرورا و بزرگا که امروز جواب دوستان را لبیک گفتن و با تشریف آوری خود جلسه را شکوه بخشیدن. دیر زمانی بود که با دوستان رسانه صحبت نداشتم، گرچه علاقه داشتم بعد از سفر بامیان که یک سفر تاریخی بود در بامیان و منطقه بهسود، در برگشت با دوستان رسانه و مردم کابل و کشور صحبت داشته باشم، ولی متاسفانه که گرفتار مریضی که امروز مردم ما را و مردم سراسر جهان را گرفتار کرده نتانستم. دیر زمان بعد از آنی که خوبم شدم دوره نقاهت را سپری کردم. از رسانه‌هایی که پی هم تماس داشتن با دوستان ما و دفتر علاقمند بودن که صحبتی داشته باشم با ایشان، جدن پوزش میخواهم. مسئله کرونا بود و مرضی کرونا. امیدوار هستم که تمام بشریت از شر پدیده منحوس نجات پیدا کنه، بخصوص مردم مظلوم ما، مردم مظلوم افغانستان که واقعا هر روز قربانی میده ایران بیده. ما جا دارد با ای که خود ما ملامت هستم، مرد وقتی که وارد شدم گفتن که فاصله رعایت نشده، سخت متاثر شدم، واقعا سخت متاثر شدم. من کسی استم که خودم همیش در همه صحبتهای خود روی از این تأکید داشتم که باید در برابر این پدیده خطرناک جهانی مردم مراقبت ویژه‌ای داشته باشند و با وزارت بهداشت یا وزارت صحت عامه عبارتی خود ما باید همکار باشند. ولی وقتی که عکس از مجلس دیدم گفتم من هیچ کسی که وعظ کنه خودش عمل نکنه، یک مقدار انتقاد وارد میشه. از این جهت سخت متاثرم، ولی تأکید نیست. خوشحال هستم که ماسک دوستان دارن با یک تخلف هست از دید من، ولی خواهش عاجزانه یک فرزندی وطن ایست که تمام مردم ما در هر ولایتی که هستند در برابر این مرضی واگیر و همگیری
جهانی باید جدن مراقب خود باشند و مراقب جامعه خود باشند، مراقب محیط خود باشند و با وزارت صحت عامه و ارگانها و نهادهایی که در این رابطه مسئولیت دارند همکار جدی باشند و همکاری تنگاتنگ داشته باشند تا قربانی کمتر مردم بده. و هر روز ما شاهد قربانی دادن مردم هستیم. یک بس موضوعی که امروز میخواهم با مردم خود و کشور خود و خصوص رسانه‌های عزیز صحبت داشته باشم وضعیت فعلی کشور است. دوستان عزیز، ما یعنی وطن ما در یک وضعیت حساس است، یک وضعیت سرنوشت ساز. اگر خوب عمل نکنیم ما در برابر نسل‌های بعدی افغانستان پاسخگو خواهیم بود، مسئول خواهیم. وضعیت کشور خیلی نگران کننده است. هر روز جنگ گسترش پیدا میکنه. هر روز بخش‌هایی از کشور در اختیار نیروهای مسلح مخالفین قرار می‌گیرد. هر روز ما در گوشه و کنار از نهادهای امنیتی خود، از مردم خود به طور کل، از همه طرف‌هایی که همه افغانی هستند قربانی می‌دیم و قربانی جنگ از ما می‌گیرند. تاکه پروسه صلح که پروسه بسیار حیاتی است و امید مردم افغانستانی بود و هست که ما سرانجام بعد از سالها بحران و سالها بدبختی جنگی به یک آرامش و صلح برسیم. این آرزوی مردم افغانستان بود و هست. تمام اقوام افغانستان، ما در شورای عالی صلح بارها وقتی به مردم مراجعه کردیم، وقتی که با مردم صحبت داشتیم، اقشار مختلف مردم، صلح یگانه آرزوی مردم بود و هست. ولی هم متاسفانه روندش خیلی کند و آهسته هست. نسبت به روند پروسه صلح، روند گسترش جنگ به سرعت بیشتر است، سرعتش بیشتر است. روی از این جهت در این مقطع اگر کوچکترین غفلت شود ما به جای خواهیم قرار گرفت که سالهای دیگر باید در این جنگ خانمانسوز گرفتار باشیم و وضعیت قربانی دادن ما تداوم پیدا کند. و بدین جهت است که مبارها فریاد زدم که صلح یگانه راهی است برای مردم افغانستان، یگانه راهی است برای مردم افغانستان که از شر جنگ نجات پیدا کند. دیگه هیچ راهی و هیچ گزینه‌ای را ما سراغ نداریم که به ما را از این پدیده خانمانسوز جنگی رهایی بده. تنها صلح است. لذا باید همه طرف ها صلح را جدی بگیریم. فرصت خوبی هم پیش آمده. امروز با خواست ملت افغانستان اراده جهانی و منطقوی همراهی میکنه. این بزرگترین چانس برای ملت افغانستان است و بهترین فرصت برای مردم افغانستان است. ما اگر از این فرصت استفاده نتونیم و نکنیم که از شر این پدیده منحوس جنگی و خانمانسوز نجات پیدا کنیم و این فرصت و این چانس از دست ملت افغانستان بره،
شاید هیچ وقت دیگه به این زودی ها این چانس میسر نشود. و از اینجاست که من تأکیدم بریست که باید همه حلقات اجتماعی و سیاسی، هم تحریک طالبان، هم حکومت افغانستان و هم احزاب سیاسی و تأثیرگذار و هم اقوام عمده افغانستان و همه مردم افغانستان بین یک اراده بر ای متمرکز کنند که جنگ را پایان بدیم، صلح و تفاهم را پیاده کنیم. صلح هم یک صلح توافقی، صلح بارها گفتم و عالم تأکید میکنم، رسانه های عزیز همه در جریان هستن، صلح که عزتمندانه برای همه مردم افغانستان نباشه و صلح پایدار نیست. صلح پایدار را ما زمانی بهش دست پیدا میکنیم که یک صلح توافقی باشه. صلح توافقی یعنی همه مردم افغانستان، همه احزاب افغانستان و همه طرف های زیردخل در او توافق داشته باشند، شریک باشند در او صلح، خود را ببینند در اون صلح. صلح وارداتی هیچگاه کارایی نداشته و نخواهد داشت در هیچ جای دنیا. صلح تحمیلی هم عین همین قضیه است، به هیچ وجه کارایی نداشته و نخواهد داشت. تنها صلح میتواند که ما را از شرعی پدیده نجات بده که ما همه مردم افغانستان را در آینه ای صلح ببینیم، جایگاهش را و وضعیتش را. هنوز هم عوارضی همو پدیده کرونایی دامنگیر حق آدم ها، گرچه من در صحبت های خود در یک ساعت هم آب نمو خورن ولی آن زودتر. به هر حال روی از این جهت بیاییم با هم از این فرصت استفاده کنیم. صدای ما به همه حلقات زید داخل و تأثیر گذاریست، نگذاریم که این فرصت ضایع شود. به حکومت افغانستانم حرفم و خواستم ایست که نباید ما بگذاریم و حکومتم راضی نشود که این فرصت ضایع شود. و به تحریک طالبان هم همیست. صلح که ما میگیم صلح اینچونه نیست و تنها از این راه هست که منازعات تاریخی افغانستان حل میشه. تمام بدبختی ها ما در طول تاریخ افغانستان از این منازعات زیاد سراغ داشتیم و داریم و یک صلح زمانی موفق خواهد بود که همطور که عرض کردم همه خود در او ببینن و بر ریشه های منازعاتی که مردم افغانستان را همیش به بحران کشانده و رنگ داده و به جنگ ها سرانجام انجامیده به این ریشه های منازعات تکیه شدن. ریشه های منازعات زمانی حل می شود که با یک همپذیری پروسه صلح را تعقیب کنیم. پروسه صلح باید با همپذیری، نه یک سازش سیاسی یک جمع و یا یک چند جمع باشد. پروسه صلح وقتی که به عنوان یک پروسه سازش باشد هیچگاهی مشکل حل افغانستان حل نخواهد کرد. پروسه سیاسی، پروسه صلح زمانی موفق خواهد بود که ما این پروسه را از جنبه سازشیشی برون کنیم، جنبه همپذیری بهش بدیم، همدیگر را بپذیریم، جایگاه همدیگر را بپذیریم، جایگاه همه مردم افغانستان مشخص شود. درست ایده ای صورت است که ما او زمانی که همه مردم افغانستان در این پروسه خود را ببینند، توافق داشته باشد، اراده حمایت داشته باشد، قطعاً ریشه های جنگ پایان می آورد. قطعاً ما شاهد آن خواهیم بود که افغانستان بدون جنگ خواهیم داشت. و اگر این نشود، به نحوی از آنها
صلح جنبه های سازشی و حتی انحرافی با خود بگیرد، مشکل افغانستان حل نمیشه. خطابم به تحریک طالبان بارها بوده و عالم هست. با زور به هیچ وجه هیچ جمعی نمیتونه افغانستان به صلح بکشانه. راه حل افغانستان راه جنگ نیست و راه زورم نیست. راه تداوم انحصارم نیست. هر که بخواهد در افغانستان آرامش برگرده باید از این چوکات انحصارخواهی، انحصار طلبی در انزوا کشاندن این و آن باید خود برون کنه. اگر این روحیه نباشد، اگر این روحیه نباشد به هیچ وجه صلح کارایی نخواهد داشت. بسیار واضح میگم به همه طرف ها، امروز افغانستان افغانستان 30 سال قبل 40 سال قبل نیست. امروز دنیا دنیای 40 سال قبل و 30 سال قبل نیست. امروز دنیا تغییر کرده، مردم افغانستان هم تغییر کرده. دیگه به هیچ وجه نمیتونه زور را بپذیره، به هیچ وجه نمیتونه تن به زور گویی و زور خواهی بده. پس رای اصولیش است بیاید با هم همدیگر را قبول کنیم، همدیگر پذیری را به عنوان یک اصل در حرکات ها و خواسته های صلح طلبانه خود قبول کنیم و با همی همپذیر طلبی و قبولی همدیگر ما برنامه بریزیم که چگونه است از این فرصت استفاده کنیم و مردم افغانستان از جنگ رهایی بدیم. و در این رابطه ما بار دیگر پیشنهاد میست به حکومت، به تحریک طالبان و به تمام احزاب تأثیرگذار که بیاییم با هم همچو روش را در پیش بگیریم و ما یک افغانستان مبتنی بر عدالت، همپذیری و دیموکراسی، یک افغانستان اینچنینی را پای ریزی کنیم و اساسش را بگذاریم. و اگر این نشود، امروز هر مجموعه ای در هر گوشه کشور میتونه مانع ایجاد کنه، میتونه آرامش بر هم بزنه، میتونه مقاومت کنه در برابر. من بارها گفتم از جمله بیم اینجا خصوصی‌تر کنم، جامعه هزاره، خانواده شیعه در طول 19 سال حداقل یا 20 سال اخیر بگم بهتر است، 20 سال اخیر تا گذشتم زیاد نمیرم، مردم صلح طلب بودن و آرامش میخواستن و جز این که با همه مردم افغانستان روحی برادری و دوستی داشتن، کوچکترین حرکتی از طرفی جامعه در روند این 20 سال افغانستان به وجود نیامد. با اینکه صدمات زیادی دیدن که باز بحث دیگه ایمست، بیاسف های زیادی دیدن، ولی هیچ گاهی از اصول خارج نشدن، جنگ را راه حل نمی دونستن. آرزویش برادری، برابری و پیاده شدن عدالت، پیاده شدن دموکراسی، پیاده شدن یک دموکراسی به معنای واقعیش. اما بارها گفتم که متاسفانه مردم مورد هجمه قرار گرفتن. ما دو قسم چیز داریم تلفات. یک دفعه دوستان در ساحه جنگ است، هر روز پشتونش، ازاریش، تاجکش، ازبکش، ترکمنش کشته میشن، هیچ گونه مردم حرفم ندارن، شهید خود بدوش خود میگیرن و با افتخار میرن دفن میکنن، همه شریکن. هر روز جنازه میرن در اولسوالی ها و در مناطق مختلفه از همه اقوام. طور نیست یک قوم مدافع
ای وطن باشه و دیگرا اصلا تماشاگر. در هر بیشه و گوشه‌ای که بری، در طول 20 سال مردم شهید دادن در چوکات اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی و یا انتحارا و انفجارها. این یک بحث است. ما هیچ حرفی نداریم در اینجا. در کنار باقی مردم هستیم. و هیچگاهی هم تأکیدم برای نداریم که روزخانی کنیم. ولی یک بار دیگه به یک شکل دیگه ایمه. به یک شکل بسیار فجیع و شنیع. به نام یک قوم، به نام یک تبار، به نام یک مردم، هدفمندانه دست به انتحار میزنن، دست به انفجار میزنن، دست به کشتن میزنن، دست به اعمالی که هویت مردم را باید هویت زدایی کنند. حقوقدانان بزرگ ما و دانشمندان ما چه در این جلسه چه در خارج از این جلسه میدانند نوع هویت زدایی خودش یک نوعی از نسل کشی بگیم یا جنوساید بگیم هست. یک بحث علمی است، ما در این وارد نمیشم، ما خودم به خود اجازم نمیدم که وارد شم. ولی در طول 20 سال ما به اشکال مختلفی باندهای و این به هیچ وجه وقتی که این مردم در برابر این حرکت استاد شدن، فریاد خود بلند کردن، به معنای این نیست که ما علیه یک قومی ادعا کنیم، علیه یک گروهی ادعا کنیم، علیه یک سمت ادعا کنیم که این سمت مرتکب این جنوساید شد یا این نسل کشی. به هیچ وجه. این برمیگرده به عاملین این جنایت که عاملین جنایت شناسایی شد و امروز قضایای پی هم رخ میده که هیچ توجیه وجود نداره جز از این که بگیم این باند جنایتکار هدفش نابودی یک قوم است، یک مجموعه تباری است. اگر در مسیر راه است بین 50-60 نفر که در اتوبوس است یکی یک به نام هزاره پایین میکنه، چه توجیه میشه اینجا؟ هزاره پایین شد. و اگر در گروپ من روبی هست در بغلان، با اینکه من یقین دارم برادران اهل سنت هزاره ما بوده، اینجا بحث مذهبم نبوده، به نام هزاره کیه و باید جدا شود و برکبار بسته شد. و اگر در مدرسه، اگر در مسجد و اگر در آموزشگاه، اگر در کلب عروسی، باید همهش به خاک خون کشیده شد به نام هزاره. چی معنا داره، چه تفسیر داره ای جز این که مصداق جنوساید باشه و نسل کشی؟ از اینجاست که مردم هزاره حوصله‌اش به سر رسیده و فریاد خود بلند کرده. این فریاد علیه هیچ قومی نیست، علیه هیچ گروهی نیست، علیه هیچ سمت نیست، علیه باندهای تبهکار و جنایتکاری که دست به ای جنایت میزنن. ما خواهش ما ایست، ما تشکر میکنم از تمام مردمی که امروز از اروپا تا آمریکا، تا استرالیا، تا کشورهای اسلامی، تا افغانستان صدای خود بلند کردن که دنیا به فریاد ما برسید که این مردم، این مجموعه ای که جز صلح آرامی در 20 سال نمیخواسته، جز صلح آرامی دیگه هیچ چیزی رو نمیخواسته، امروز در معرض نابودی است. امروز به نام ازاره بودن کشته میشه. بسیار دردناک است، بسیار دردناک است. ما آرزوی ما ایست از همه اقوام شریف افغانستان که با این درد بسیار رنگ دهنده مردم هزاره اینا هم نوایی کنن. از همه شخصیت های حقوقی و حقوقدانان برادران پشتون خود، تاجیک خود، ازبک خود تقاضا میکنیم که بیند ای دادخواهی مردم مظلومی که به نام قوم و تبار خود هیچ گناهی ندارد و هیچ خصومت هم بین عاملین این جنایت و این مردم هم وجود ندارد جز این که هدف زنا کشتنی به نام یک قوم است، باید از
به هر شکل شود هویت مردم از بین بره، چی با کشتن فیزیکی، چی با یک سری کارهای دیگه و اقدامهای دیگه که من نمیخواهم که الان دو رابطه بپیچم. در از همه خواهان استیم، خواهش میکنیم که در این رابطه این مردمی که دادخواهی را، صدای دادخواهی را بلند کرده، اینا را یاری برسانند. از رهبری حکومت هم که مسئولیت سنگین حکومت است. ما دوستان ما که طرح‌های امنیتی دادن چه در غرب کابل چه جای دیگه، ما تشکر میکنم. ولی بحث من با حکومت ایست که حکومت طبق قانون اساسی مسئولیتی تأمین امنیت جانی و مالی و ناموسی مردم را دارد، از همه شهروندان را. حکومت نمیتونه خود را اینجا سبک دوش فکر کنه که این باند جنایتکاری کار کرد. ما قبول داریم این باندها باندهای جنایتکار است، ولی تو حکومت با دستگاه های امنیتی که داری و استخباراتی که داری، با کشف که داری، باید خیلی روشن کنی که کیها هستن و چی پشت از این قضیه گردانندگی میکنن. باید اینا مشخص کنن. آلوره که نکردیم، از این بعد میخواهیم که باید تأمین امنیت شهروندان را باید بکنن. این وظیفه قانونی حکومت است. ما چیزی اضافه نمیخواهیم از این، جز این که به قانون، به وظیفه خود حکومت عمل کند. ما دردهای زیادی داریم، راستش انتقادهای زیادی داریم بالای حکومت، گپای زیاد گفتنی داریم، ولی در این جلسه من نمیخواهم به او برگردم یا اشاره کنم. ما اما در این مورد جدن میخواهیم که از این بعد تمام شهروندان افغانستان حق داره بالای حکومت که باید امنیتش تأمین شود در هر گوشه ای که هست. ولی این مردم که امروز مستقیم نشانه گرفته شده، خواهش من است که جدی در این رابطه توجه بکنن، مسئولیت به دوش خود مردم نگذارن که بید اینی طرح امنیتی رو شما دادید و از این بعد مسئول حفظ جان خودم شما هستید. این مکلفیت دولت است که باید انجام بده. و در زیم پالوی از این مسئله می خواهیم که حکومت به خصوص جناب رئیس جمهور باید از این دادخواهی مردم امروز این مردم را یاری برساند. باندای جنایتکاری که جنوساید را مرتکب شده و تمام این اعمال مصداق روشن جنوساید است، باید این را محکوم کند با دنیایی که امروز. من تشکر میکنم اینجا جا دارد که از پارلمان اتحادیه اروپا تشکر کنم که طرف خواستار یک هیئت حقیقت یاب شدند که باید بررسی شود. از شورای امنیت من صمیمانه تشکر میکنم که اونا هم خواستار این اعمال محکوم کردند و خواستار پیگیری از قضیه شدند و هیئت حقیقت یاب را. از رئیس جمهور و حکومت افغانستان هم میخواهم که وظیفه شماست که در این رابطه، در رابطه با این باندای جنایتکاری که مرتکب جنوساید شده، باید اینا این محکوم کنن و بریم به سوی ای که باید دیگه هیچ جنایتکاری به هیچ قومی، به هیچ مجموعه، به عنوان یک قوم، به عنوان یک مجموعه، به عنوان یک جمع نباید برن برای حذفشان، یا حذف فیزیکی یا هویت زدایی. ما یک بار دیگر از تمام برادران و خواهران که در سراسر جهان و سراسر کشور صدای دادخواهی خود بلند کرده تشکر میکنم. از این حرکت این برادران ما حمایت میکنیم، حزب عدالت حمایت میکنم و من به عنوان یک شخصی که همیشه از صلح دفاع کردم و طرفدار برادری و دوستی همه مردم افغانستان هستم، باز هم از همه اقوام افغانستان میخوام که از دادخواهی مردم حمایت کنید. این معنایش تفرقه قومی نیست، نفرت افغانی قومی نیست، به هیچ وجه نفرت افغانی سمتی نیست. هر کی و هر مجموعه ای که به این صورت جهت میده، اونا به هیچ وجه از دید مردم هزاره قابل قبول نیست. این صدای صدای
دادخواهی است. امیدوار هستم که همه ملت افغانستان و مردم افغانستان در این دادخواهی چی شود. اگر هدف از این آسیب رساندن به مردم، حذفی مردم باشه از محالات، ما که 100 سال قبل که 63% این مردم نابود شد، امروز میبینیم که مردم حضور قوی دارند، نه تنها در کشور که امروز در سراسر جهان صدای از مردم پهن است و پخش و حضور دارد. پس اینا چطور میتونه در این شرایط این مردم کاملا هویتش از بین ببرن یا خودشان حذف فیزیکی کنن؟ این مردم بسیار واضح میگن به همه طرف ها، هم در رابطه گپ هم برمیگرده به مسئله صلح، هم در رابطه با این مسئله جنوساید که عاملین یا کشتار کنندگان مردم هزاره باید بدن. این مردم در همه عرصه های نبرد و جنگ، چه در آزادی افغانستان در دوره امان الله خان و پیش از او و بعد از او، چه در دوره جهاد، چه در دوره مقاومت روشن کرده. آرام گرفته این مردم معنایش این نیست که مردم ترسو و بزدل است، کاری نمیتونه، به هیچ وجه این پندار به سرخ نپرون، نه در برابر صلح تحمیلی که جایگاه این مردم در نظر گرفته نشود تن میده به سار واضح میده، و نه در برابر این باند جنایتکاری که هر روز به نام قوم موردی به نام قومش موردی هجوم قرار میگیره کوتامه. ما خواهش میست که هم حکومت نگذاره که صحنه به اونجا بکشه، هم گردانندگان و کارگزاران پروسه صلح نگذاره که پروسه صلح یک جنبه سازشی بسیار انحرافی از خود از اصول پروسه و صلح بگیره و یکی مسائل نادیده بگیره، و هم به این باندها میگیم سره که او روز خدا نیاره که مردم که آرام است و صلح طلب هستند و برادری و دوستی رو میخواهند بین همه اقشار با هیچ مجموعه اینا دشمنی نداشته و نداره، او روز رو مجبور کنید که تن به مبارزه بده. او روزی که مردم بار دیگر رو بیاره در هر گوشه کشور میتونه حق خود بخواه و حق خود از راه دیگه بگیره، و هم حکومت باید این را درک کنن که هر روز به عدالتی هایی که در حق از مردم صورت میگیره معنایش نیست که مردم نفهمه یا نتانه حق خود بازخواست کنه، میتونه، ولی ما مسئله کلان ملی را در نظر گرفتیم. ما در یک شرایط حساس هستیم که میگیم که نه، ما به هیچ وجه کمک نکنیم به وضعیت فعلی کشور که از این که خرابتر شود، بحرانی تر شود، ولی اگر ناگزیر کنم این مردم، همه مردم ایست که بارها در جنگ سربلند بیرون شدن و در هیچ جای اینا مواجه با شکست نشدن، ولی ما نمیخواهیم مجبور نکنند این مردم که خودشان دست به دفاعی که اروز که هویتشان معرض خطر قرار بگیره دفاع مشروع است. از نگاه هر دین و مذهب دفاع مشروع حق هر انسانه، ولی ما حتی از دفاع مشروع خود فعلا چشم پوشی میکنیم که نه، شرایط اساس کشور خیلی نازک است، ما کمک کننده باشیم به این وضعیت که به سوی ثبات بره، به سوی آرامی بره، به سوی نتیجه دادن صلح بره. ولی گاهی میبینیم کارگزاران صلح هم، مردمی که صلح عادلانه میخواهند، کارگزاران صلح خودش غیر عادلانه عمل میکنند، و مردمی که صلح عزتمند میخواهند گاهی میبینیم که به این شکل مورد حذف فیزیکی و یا مصداق جنوساید قرار میگیرند که در حال حذف هویتی شان هستند. او زمان چه راهی میماند جز این که انا هم صدای خود بلند کنند،
صدا بلند کردن اون روز ممکن خیلی وضعیت کشور تغییر بده. ما بارها گفتم و حالم میگم ما طرفدار آرامی افغانستان هستیم و صلح و عدالت، و به هیچ وقت ما علاقمن نیستیم که ما کمکگر حتی امزی دفاع مشروع شرطی خودم استفاده کنیم وضعیت بحرانی تر کنیم. ولی از دیگران میخواهیم که این وضع باید در نظر بگیرن. به هر حال بار دیگر من از همه شما تشکر میکنم، از همه رسانه های عزیزم سپاسگزار هستم و از همه بزرگانی که اینجا تشریف دارن، اساتید دانشگاه و علمای عزیز و مسئولین و اینا سپاسگزار هستم. و اینقدر صحبت کردم، خب ما که در جریان هستن رسانه ها که گاهی یک ساعت کنیم سالم گپ میزنیم که ما ترسیدیم که زیاد گپ نزده باشم، ولی نه اوقدر زیاد نشده. در خدمت رسانه های عزیز مختصر هستم. دیگه اینجا خاتمه میدم صحبت های خود را. یک جان تشکر.